تو برو بیرون زیدی افرادا. سلام دوستان، درود بر شما، خوب هستید؟ اونایی که زر میزنن بسیجی ها و سپایی ها هستن بهشون فوشید. بچه شعار بدید تو لایو من آزادید، شعار بدید، بگو نون و پنیر و پسته، سه شیر سماور، تکونه رهبر. آره فوش بچه شعار بدید، شعار شما باید در حال خوابم شعار بدید، شعار بدید، شعار بدید به این پدر سگای بسیجی سپایی، به این زنه جندشون هم شعار بدید. بنویس بسیجی انخور، آخرشه تا آخر بخور. فوش بدید بهشون، فوش، شعار، شعار. تا میتونی شعار بدید به این حروم زاده های پاپ ویوز، تا میتونی. همیشه تو همه جنگ ها به اینا فوش میدادن، همیشه یادتون باشه اینا کسکش هایی هم که وای دستم چقدر خشکه خدا. بچه ها شعار بدید، شعار بدید به جمهوری اسلامی کسکش. شعار، شعار، هیچی میشه شعار نیست که مادر اینا هیچی مثل شعار نویسی مادر اینا گایده نمیشه، هیچی هیچی مثل شعار نویسی نیست مادر اینا گایده میشه. فوش بدید به سپاه، فوش بدید به بسیجی، فوش بدید به حزب اللهیا، فوش بدید به اسلام، فوش بدید به قرآن، فوش بدید به تمام عقاید جمهوری اسلامی، تمام ارگان ها و حکومت هاشون. تا میتونی ایرانی اصیل فوش بده به خوار مادر جمهوری اسلامی رو یکی کنی. حداقل تو خونه نشستید شعار بنویسید توب تایم فش بشه تکون خامنه یک کسکشه، توب تایم فش بشه تو کس خوار مادر خامنه یک کسکشه،
تو برو بیرون کسکش، تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی، برو بیرون مادر جنده. اینا که طرفدار جمهوری اسلامی هستن میدادم چمون، اینا که طرفدار جمهوری اسلامی هستن میدادم بیرون. بچا بنویسید بنویسید. وش چقدر گرمه، خارشونو گایدم. قربون ایرانی های اصیل برم من، درد و بلاتون بخوره سر خامنه ای کسکش، درد و بلاتون بخوره سر سازمان سپاه، درد و بلاتون بخوره سر گروه بسیجی های کسکش، درد و بلاتون بخوره سر حزب الله مادر جنده، درد و بلاتون بخوره سر مجاهدین خلق، درد و بلای ما ایرانی ها بخوره سر مجاهدین خلق، درد و بلای ما بخوره سر جمهوری اسلامی، درد و بلای ما بخوره سر کمونیستا، درد بلای ما بخوره سر طرفدارای جمهوری اسلامی، درد بلای تمام ما ایرانی‌ها بخوره تو سر اون کسانی که پشت پرده جمهوری اسلامی را حمایت میکنن، درد بلای تمام ما ایرانی‌ها بخوره سر مجاهدین خلق، سر کمونیستا، سر جمهوری اسلامی و سر اون کسانی که پشت پرده به جمهوری اسلامی کمک میکنن، درد بلای هممون بخوره تو سر کمونیست و مجاهدین خلق، درد بلای تمام ایرانی ها بخوره سر کمونیستا و مجاهدین خلق و آخوندهای کثیف و نجس و سپاهی های آشغال و بسیجی های خارکسته و حزب الله کیونی و ابنه ای، درد بلای تمام ایرانی ها، درد بلای تمام ایرانی ها بخوره تو سر کمونیست و سر مجاهدین خلق و سر تمام این ارگان های دولتی کسکش حرومزاده ها. کمونیست ها فدای ما بشن انشالله، مجاهدین خلق فدای ما بشن، کمونیست ها و مجاهدین خلق فدای ما ایرانی ها بشن انشالله بمیرن. درد بلای تمام ایرانی ها بخوره سر کمونیست و مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی، همه این سه تا کسکشن، هر سه تاشون، جمهوری اسلامی، کمونیست، مجاهدین خلق، این سه تا خیلی خارکستان. خوب گاییدمشون، نه؟ خوب گاییده شدی؟ کمونیست، مجاهدین خلق، خوب گاییدمتون. همه بنویسید، درد بلای ما ایرانی ها بخوره سر کمونیست و مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی. سه تا سازمان آشغال، جمهوری اسلامی، کمونیست، مجاهدین خلق. تا میتونید فوش بدید به کمونیست و مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی، این سه تا. نوشته قربون زبون، درست میگی 100%. بله عزیز من، همش واقعیت عزیز من، کمونیست، مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی، این سه تا. سه تاشون یه پدر سوختن بهتون بگم. بچه ها پستامو همه رو لایک کنید، کامنت بذارید، سیف کنید، شیر کنید، تمام پستامو، پیجمو معرفی کنید. یه لینک بیو پیجم گذاشتم بچه ها، یه لینک آبیه زیر اسممه، حتما بزنید برید عضو بشید با فیلترشکن، برید عضوش بشید. یه لینک آبی گذاشتم، حتما طناز مهربان رو حمایت کنید، حتما حتما منو حمایت کنید. به حمایت شما ایرانی ها و من ایرانی به همدیگه احتیاجه، من شما رو حمایت میکنم، شما منو حمایت کنید، ما همدیگه رو باید حمایت کنیم در برابر سه سازمان، جمهوری اسلامی، کمونیست، مجاهدین خلق.
سه تا سازمانی که پدر سوختن. ببینید کی من دارم بهتون میگم. تناز کمونیست ها دقیقا کیا میشن؟ کمونیست ها همین هایی که خارج از کشور پک میکنن، تظاهرات برگزار میکنن، اینا هم همون کمونیست ها هستن. کمونیست زده دیگه، کمونیست کارگری که پرچمشون قرمزه، اونا کمونیستن دیگه. یکی کمونیست، یکی مجاهدین خلق که پرچم شیر و خورشید توشون، زیر شیر و خورشیدشون یه چیزی دارن، یکی هم جمهوری اسلامی. این سه تا سازمان، من مخالف سه تا سازمانم: کمونیست، مجاهدین خلق، جمهوری اسلامی. این سه تا تموم شده را. همینه که میگن کمونیست کارگری و رفتگری کارگری، فکر میکنم آخرین اینا همونهایی بودن که آخوند بودن رو کار. همه شما رهبرید عزیزم، شماها احتیاج به رهبر ندارید، همه شما لیدرید، احتیاج به لیدر ندارید. تجزیه طلبا کم هم بابا، تعدادشون کمه، اصلا تجزیه طلب نداریم. اونا افکارشون این شکلی، اخلاقشون اینجوریه، تجزیه طلب نداریم ما. آره دقیقاً، کمونیست ها و دقیقاً کمونیست ها، مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی دستشون توی یک کاسه است. دقیقاً درست زدی تو خواهد، یه واقعیتی که باید بدونید. الان کمونیست ها توی همین ونکوور تظاهرات میذارن ولی ایرانی ها نمیدونن، میرن توشون با پرچم شیر و خورشید. حتی یه عده پرچم شیر و خورشید ها اونا مجاهدین خلق هستند. کمونیست ها و مجاهدین خلق تظاهرات برگزار میکنن و ما مردم عام عادی هم که نمیدونیم، میریم فکر میکنیم اینا اومدن. نه دقیقاً، کمونیست، مجاهدین خلق، کمونیست کارگری، مجاهدین خلق، جمهوری اسلامی، یکن سه تاشون. حتی اسم خودشون رو گذاشتن کمونیست کارگری، کارگری رو اضافه کردن که مردم رو گول بدن. دقیقاً اینا همون کمونیست هستن. مجاهدین خلق کدوم ها هستن؟ اسم ببر بشنسم. بچه ها حالا پیجای اینا رو میتونیم بزنیم. بچه ها ما میتونیم پیجای کمونیست ها رو بزنیم، پیجای جمهوری اسلامی رو بزنیم، پیجای این مجاهدین خلق هم میتونیم بزنیم، پیجاشون اکانتاشون رو رپورت میکنیم بسته میشن، کاری ندارم. میسم باید همه رو جمع کنیم یه جا، یه گروه بسازیم، یه گروهی که بهشون اعتماد داریم. پیجایی که میگم رپورت کنیم بریم بزنیم، همه با هم حمله کنیم بزنیم. میخوای عضو بشی پیجاشونو بزنیم، پیجاشونو، فیسبوکاشونو. اول مال بسیجی ها رو میکنیم، بعد مال حزب اللهی ها رو میزنیم، بعد مال این آخوندا رو میزنیم، بعد مال این سپاهی ها رو میزنیم. موافقی پیجای این کسکش ها اول جمهوری اسلامی رو نابود کنیم، پیجاشونو رپورت بکنیم؟ اول پیجای جمهوری اسلامی ها رو میزنیم، بعد پیجای مجاهدین خلق رو میزنیم، بعد پیجای کمونیست کارگری رو میزنیم. هر سه اول جمهوری اسلامی رو باید زد، پیجای تمام آخوندا و سپاهی ها و ازبالایی ها و منکراتی ها و لباس شخصی ها رو. موافقین همه با هم؟ پس بعد عضو کانال تلگرام هم بشید، پیجی رو که میذارم برای رپورت همه باید حمله کنیم بریم بزنیم. آره اول پیجای جمهوری اسلامی رو میذاریم، بعد پیجای مجاهدین خلق، بعد پیجای کمونیستا رو، بعد پیجای اون کسکشایی که توسط همین مجاهدین خلق، توسط همین کمونیستای کارگری و توسط جمهوری اسلامی چی آب گلالود مایه گرفتن، فالوور جمع کردن، پیجای اونا رو هم میزنیم، کاری نداره. اول پیج اونایی رو میزنیم که از آب گلالود، من نظرم اینه که از اول پیج اونایی رو بزنیم که از آب گلالود ماهی میگیرن، اول اون کسکشا رو میزنیم، بعد میریم پیج اونایی رو میزنیم که اینا رو دست اینا رو گرفتن آوردن بالا، اونا رو میزنیم. کسانی که با حرفای من موافقن به من دایرکت بدن و عضو گروه هم بشن، گروهی که میسازم، گروهی هم که میخوام بسازم، گروه اینستاگرام خودش دستش توی یک کاسه است، با اینا
نمیذاره. خب به هر حال پیجاشون و بعد هکشون کنیم، هکرهای خوب باید پیدا کنیم، یعنی بعد کسانی که ببین من خودم شخصا تجربه پیج زدن رو دارم، قشنگ بلدم چجوری پیج بزنم، تا الان دو سه بار پیج بعضی‌ها رو زدم برگردوندم. خب برها بعد از 15 سال توی سوشیال مدیا بلدم پیج بزنم، انقدر پیجای منو زدن دیگه یاد گرفتم چجوری برگردونم چجوری بزنم. این نوشته چی؟ این اگر فقط یک هفته برفای تناز گوش بدین همه چی بهتر خواهد شد، البته اگر انجام بدید. تو خودت اول انجام بده، بیا عضو گروه من شو، اول تو خودت بیا عضو گروه من شو، کیونه اینا رو پاره کنم. هر کس میخواد بیاد با من حمله کنیم به یه عده پیجایی که از آب گلالود ماهی میگیرن و فعال سیاسی نیستن، توسط این مجاهدین خلق، توسط این کمونیستای کارگری میخوان استر کنن، معروف بشن، بعدن پول در بیارن، بیان دایرکت بریم بکنیمشون. البته من یک گروه پیدا کردم، گروه عربن، عربای عربستان سعودی هن، با وی پی های خودشون راحت پیج اینا رو میزنن، من باید عربای عربستان سعودی رو باهاشون بیشتر حرف بزنم، بریم پیداشون کنم بگم این پیج اینو بکنن، پیج بعضی ها رو من میکنم. واو چقدر خوشحال میشم پیج بعضی که کسکشن از آب گلالود ماهی میگیرن، مادر این پیج ها رو بگاییم، اون کسکش هایی هم که با اسلحه گرفتن ایرانی ها رو کشتن یا زخمی کردن، پیج اونا رو هم بگویم. نه با این سلطنت طلب و پادشاهی ها من مشکلی ندارم، با سلطنت طلب و پادشاهی ها هیچ مشکلی من ندارم، من فقط مشکلم جمهوری اسلامیه، مجاهدین خلق، کمونیست های کارگری، اینا که از کارگر استفاده کردن، کمونیست ها کمدن کارگری رو هم چسبوندن، من با این سه تا گروه مشکل دارم و کسایی که پشت پرده این سه تا گروه رو حمایت میکنن چهار تا. من با پادشاهی ها و سلطنت طلب ها و اینا نه، اینا که یه چیز نرماله، اونا آر نرمال هن، اینا نرمال هن. گوی بینیشون بشم من، پس به من دایرکت بدی عضو گروه بکنمتون، به هر کس میخواد عضو گروه من بشه که بریم حمله کنیم به من دایرکت بده. بچه یه لینک هم گذاشتم بیو پیجمه، یه لینک آبی زیر اسممه، حتما بزنید برید عضو بشید، ویدیوهامو حتما برید نگاه کنید، همه رو نگاه کنید، لایک کنید، تون تون تمام ویدیوهایی که تو یوتیوب گذاشتم همه رو لایک کنید، شیر کنید، کامنت بذارید، برید این کار رو حداقل بکنید، برید توی یوتیوب من برید ببینم چیکار میکنه. خداحافظم بگید، خداحافظ.